السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و خدمت همه خواهران و برادران مسلمان. موضوعی را که میخوایم سرش بحث کنم ای است که ما باید در هنگام سختی و در هنگام خوشی در هر دو حالت خداوند جل جلاله را یاد کنیم. الله جل جلاله خوش دارد که در وقت آسانی و در وقت خوشی همچنان به یادش باشیم، نه تنها در وقت مصیبت و سختی ها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الانسان لربه لکنود. یقینا انسان در مقابل الله ناسپاس است و همچنان اگر نعمتهای الله را بخوای شمار کنی نمیتوانی، از بس که زیاد است. الله جل جلاله شکایت میکنه از کسانی که تنها الله را در وقت سختی و مصیبت یاد میکنند و وقتی که خداوند برشان خوشی میده، نعمت میده و الله را فراموش میکنن. چنانچه خداوند در سوره عنکبوت آیت 65 میفرماید: انگامی که در کشتی ها بالا میشوند، الله را به یگانگی و بسیار به اخلاص یاد میکنن. پس انگامی که نجاتشان میدهیم و در خشکه میرسن، باز شرک میآورن، که مثال از این ما و شما دیدیم. خواهرا و برادرایی که در کشتی ها بالا شدن، به کشورهای اروپایی و یا به کشور استرالیا سفر کردن و آمدن، وقتی که ایا در کشتی بودن، در سختی بودن، الله را بسیار یاد میکردن و زاری میکردن و گریان میکردن که خداوند ما را نجات بده، ما را به منزل برسان، نجات ما بده از بحر. اما وقتی که خداوند جل جلاله او اینها را نجات داد، اینا آمدن در این کشورها، آلی که در کشور زندگی دارن، میبینیم اکثریت خداوند فراموش کردن. پس انسان باید چنین نباشد، در هر دو حالت باید خداوند یاد کنه. خداوند در وقت خوشی و در وقت نعمتایی که برات میته یاد کن، تا در وقتی که مصیبت یا غم به تو میرسه صدایت ناشنا نباشه. بنابراین ما همیشه باید شاکر نعمت الله باشیم و در هر دو حالت خداوند پاک در یاد خود داشته باشیم و فراموش نکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.